ما خير وما الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسل سلت الشياطين او كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خدمت همه عزیزان و بزرگواران سائمين ماه مبارک رمضان السلام عليكم و رحمت الله تعالى وبركاته ماهي ماه مبارک رمضان از ابتدا تا انتهایش همه خیر هست همه فضل هست همه برکت هست همه نور هست موضوع ما پیرامون فضیلت یا به عبارت دیگر فضائل ماه مبارک رمضان هست ماه مبارک رمضان اگر بخوایم سالها و ماها در وصف رمضان بگوییم هنوز هم چیزی نگفته ایم. فقط ذره و قطره از آن بحر بیکران فضائل رمضان به کام شما محبان و تشنگان رمضان خواهم ماه مبارک رمضان چگونه ماهی است فضیلت این ماه الله سبحانه و الله سبحانه و تعالی کلام حمید و مجید خود را قرآن چقدر عظمت داره چقدر بزرگی داره او را در این ماه مبارک رمضان نازل می کنه. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن این ماهی که قرآن در این ماه نازل شد ارزش ارزش ظرف به اندازه مزروف هست شی قیمتیر اشیای با قیمت و با ارزش داخل ظرف با ارزش و با قیمت گذاشته میشه رمضان ماه نزول قرآن هست نه تنها قرآن بلکه کتب آسمانی و صحف ابراهیمی همه اینها در ماه مبارک رمضان در این ماه با عظمت و بزرگ نازل میشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می اذا دخل رمضان برادر مسلمان خواهر مسلمان تا زمانی که ما ارزش یک شی را نفهمیم قیمت یک شی را نفهمیم به او توجه نمی کنیم ما وقتی دانستیم که یک شی چرا قیمت داره چرا ارزش داره آن وقت توجه ما به او بیشتر میشه وقتی شخص میدانه که این شی طلا هست طلایه وقتی ثابت شد که این طلا هست این لؤلؤ و مرجان هست این سنگ عادی نیست توجهش بیشتر میشه حالا اگر ما ارزش رمضان فضائل رمضان رو نفهمیم خب رمضان میآید شاید سالها فضائل رمضان را نفهمیدیم آمده گذشته نه فضائل روزش را فهمیدیم نه فضائل شبش را فهمیدیم نه برکاتش را فهمیدیم چل سال گذشت از عمر ما چل رمضان گذشته سی سال از عمر ما گذشته سی رمضان گذشته پنجاه سال گذشته پنجاه رمضان گذشته هر سال یک رمضان داره خیلی مهمه زمانی که ارزش رمضان فضائل رمضان را دانستیم توجه ما به این ماه بیشتر و بیشتر تر میشه رسول معظم اسلام میفرمایند اذا دخل رمضان و مجردی که رمضان داخل شد الان تو داخل ماه مبارک رمضان هستید فکر بکن چی واقعی رخ میده فتحت ابواب الجنه الله اکبر دروازه های جنت باز میشه شاید جنت تر نفهمی ندانی خیلی کسانی از جنت به ساده جنت یا به ساده دوزخ اینها مسائل مسائل مهمی است که انشاءالله به برنامه های بعدی پیرامون جنت وصف جنت اهل جنت صوبت میشه باید بدانید باید بفهمید نکته دیگر وغلقت ابواب الجحيم يا ابواب النار از جهنم میترسید دروازه های جهنم مسدود هست و يا الشیاطین یا روایت دیگر صفت الشیاطین شیاطین به زنجیر کشیده میشه حبس میشه زندانی میشه جنت رو دوست داری دروازه ها باز از جهنم میترسی مسدود راه جهنم مسدود هست از دشمن بزرگ شیطان حراس دارید به زنجیر کشیده شده آیا این فضائل کم است و همچنین در هر شب ماه مبارک رمضان الله سبحانه و تعالی فرشتگان به عنوان منادی و نداکننده آنها را انتخاب کرده آنها هر شب و یونادی منادی کل لیله هر شب صدا میکنه يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر خاهر مسلمان وبرادر مسلمان انه دار ان دارا قيصر مده أز جانب الله سبحانه وتعالى گفته مش هر شب رمضان یا باقی الخیر اقبل و یا الشر شر اقصر ای کسی که تو در راه خیر روان بودی و هستید بیشتر روان باشو بیشتر به سوی الله حرکت بکن ای کسی که در راه شر بودی در راه گناه بودی در راه معصیت بودی غافل بودی اقصر کتابی ها بس است بس است الله خریدار تو هست الله تو را دوست داره بس است گنا را ترک بکن رشود را ترک بکن سود را ربا را قمار را نوزو بالله زنا را ظلم را ستم را ترک بکن بس است گناهان صغیره و کبیره اقصر کتابیا، رمضان آمد دروازه های جنت باز شد دروازه های جهنم بسته شد شیطان شیطان به زنجیر کشانده شد بس است کتابیا، این ندا را هر شب داخل گوش من و تو ملائکه صدا میکنن هر کس به نظر ایمان خود اون که ایمان قوی داره بیشتر تلاش میکنه به کارهای خیر و او کسی که ایمانش ضعیفتر باشه کمتر تلاش میکنه بیایی ما این صدا و این ندا را هر شب در گوش ما که زمزمه میشه این را بفهمیم و بدانیم که نادی ندا میکنه یا <applause> باغی الخیر و روایت دیگر ابشر گفته شده مجده برای تو بشارت برای تو کوشش بکن بیشتر و یا باقی شر اقصر ای کسی که یازده ما گناه کردی و به گناه نفس را عادت دادی اقصر کتابیا بس است کجا میری فزائل ماه مبارك رَمَزَانِ در ادامه رسول صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك كل لَيْلَةً هر شب الله سبحانه وتعالى از آتش جهنم آزاد میکنه هر شب الله أَكْبَرُ چو دریای رحمت تلاتم کند صاحب خیش الله سبحانه وتعالى الرحمته وسيه رحمت باروردگار عالم وسعت كل شيء از جمله فضائل ماه مبارک رمضان در این ماه شبه که من ألف شهر بهتر حزار هزار ماه گفته شده لا اله الا الله لا اله الا الله. خواهر مسلمان برادر مسلمان فضائل این ماه همان طوری که در ابتدای اشاره کردم نمی شود با یک برنامه و دو برنامه بیان کرد خیلی زیاده از جمله فضائل این ماه مبارک رمضان در حدیث رسول معظم اسلام می رمضان الی رمضان مکفرات ما بینهن این رمضان اگر چنان تلاش کردید و زحمت کشیدید از خود جهد و به خرج دادید این را بدان که گناهان یازده ماه تو کفاره میشه از بین میره دور میشه به شرطی که از رمضان درست استفاده کنید و همچنین در ماه مبارك رمضان العمر في رمضان العمر في رمضان تعدل حج عمر در ماه مبارك رمضان معادل بحج هست أي برادر مسلمون خاهر مسلمون إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقت بأن كردن زمانی که رسول صلی الله علیه وسلم در حج الوداع رفتن و برگشتن کسانی که نتوانستند با رسول الله همراهی داشته باشند در آن حج شرکت داشته باشند در دلشان فراق حج با رسول الله صلی الله علیه وسلم شبها گریه داشتند، ناله داشتن چرا از این خیر کثیر و عظیم محروم ماندند رسول صلى الله عليه وسلم فرمودان كسي در رمضان عمر ان عمري رمضان معادل بحج بل كدر رواية ديگر چي شده دي رسول صلى الله عليه وسلم ميفرمين حج حجة معي حج در رمضان عمر در رمضان مثل اينك حج با من است رسول صلى الله عليه وسلم مي این فضل و این خیر الله سبحانه و تعالی عمره ماه مبارک رمضان را نصیب همه عزیزان و دوستان بگرداند همه ما تلاش بکنیم که لا عقل لا عقل اگر همیش نمیتوانیم همون دوری که تلاش میکنیم در تمام امور زندگی سر و سامان خانه و زندگی خود یک مبلغی را اختصاص بدیم به عمره ماه مبارک رمضان که معادل به حج و او هم حج به همراه نبی کریم صلی الله علیه و سلم از جمله فضائل ماه مبارک رمضان نماز ترابیح است حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرماين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر کسی که قيام داشته باشه دا داش داش شب زندداري داشته باشه نماز داشته باشه در شب رمضان أزروي إيمان و أزروي إخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه الله تمام گناهانش را میبخشه. از جمله فضائل ماه مبارک رمضان مسئله اعتکاف هست که انشاءالله پیرامون قیام در شبهای رمضان پیرامون اعتکاف در برنامه های بعدی مفصل بیان خواهد شد همچنین از جمله فضائل ماه مبارک رمضان اینه که دعا دعای صائم مورد اجابت قرار میگیره وقت اجابت دعا وقت افتار از جمله فضائل ماه مبارک رمضان فرصتی برای جود و بخشندگی هست از جمله فضائل ماه مبارک رمضان اینه که تو خواهر و برادری که به خاطر الله روزه میگیری به خاطر الله تشنگی و گرسنگی را تحمل میکنید به خاطر الله خواهشات نفسانی را کنار گذاشتید به خاطر الله همه این سختی را تحمل میکنید هوای گرم خصوصا برادرانی که عزیزانی که در رمضان حتی سر کار هستند در هوای گرم مصروف کار و اینها قرار دارن روزه سخته هر کس که میخواه ولو در داخل خانه خود نشسته باشه چندین ساعت را مناطق مختلف یک جا دوازده ساعت و یک جا پانزده ساعت و یک جا ساعت و بعضی مناطق نزده ساعت تحمل گرسنگی و تشنگی از جمله فضائلی که الله سبحانه و تعالی برای تو خواهر و برادری که به خاطر الله روزه گرفتی و روزه میگیری میدانی چی پاداش هست پاداش ها زیاد هست هدایا زیاد هست از آن جمله باب الریان باب الریان از جمله دروازه های که الله سبحانه و تعالی برای جنت خود انتخاب کرده دروازه ریان دروازه خوشبویی دروازه که فقط از آن دروازه تو خواهر و تو برادری که به خاطر الله روزه گرفتی داخل میشی برای صائم رسول الله می فرمایند دو فرحت هست فرحتان دو فرحت هست دو خوشحالی است یک خوشحالی وقت افتار از این خوشحاله که به دستور الله روزه گرفته از این خوشحاله که الله سبحانه و تعالی برایش اجازه میده بخور بنوش از این خوشحاله که به دستور الله امساک به دستور الله افطار خوشحالی وقت افتار و یک خوشحالی وقتی که تو خواهر و برادر از باب و ریان وارد جنت می شوید چشمت به دیدار پروردگار عالم می افته. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که قدر ماه مبارک رمضان را بدانید این فضائل را برای فرزندان خود و برای اولادهای خود بگویید هر کدام ما این فضائل در ذهن ما بیایه آن گریسنگی و تشنگی و انها را به ما سهل می سازه الله سبحانه و تعالی دیدار خود را نصیب همه ما بگرداند تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا زان دل بهار ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار رمضان <applause>